بله خیلی معذرت میخوام، سعی میکنم که منطقی رفتار کنم، ولی دیگه سن و سال من یه جوری است که بعضی شرایط در کنترل انسان نیست. متاسفانه من یه بیماری دارم که بزرگترین دشمنش یا مبلغش مروجش استرسه، و وقتی که دچار استرس میشم این بیماری به سرعت بر میگرده، به طوری که نشستن من رو خیلی مشکل میکنه. در خدمت آقای امیرعباس فخرآور هستیم. آقای فخرآور درود بر شما. درود بر شما جناب همایون عزیز، اگر صدام برنگرده، و اجازه بدید پیش از هر چیز نوروز 2702 ایرانی رو تبریک بگیم به همه ایرانیان عزیز در سراسر کره خاک. هستم باهاتون. بله بنده درودی هم میفرستم به همه مجموعه دوستان شما در کلاب هاست که در آن در اتاقتون هستن و صدای ما رو دارن میشنون. خب آقای فخرآور، لابد این خبر رو شنیدید که رادیو فردا منتشر، یعنی چند تا خبر مختلفه. اول شروع کنیم از این توییت صدای آمریکا، یا نه بذارید این خبر مهمتره. شبکه گذار برای عبور از جمهوری اسلامی اعلام موجودیت کرد. حالا من متن خبر رو خوندم، فقط اسامی رو دوباره تکرار میکنم: شهریار آهی، حامد اسماعیلیون، علی افشاری، آسیه امینی، رویا برومند، رضا پهلوی، نازنین بنیادی، عرفان ثابتی، فاطمه حقیقت‌جو و سعید دهقان، که بلا فاصله بعدم خبر میرحسین موسوی تحت عنوان بیشتر در این باره بدانید میاد و اون طرح آقای موسوی رو مطرح میکنه. تیتری هم که شما برای اتاقتون زدید فکر میکنم تو همین رابطه است که همکاری سپاه و نایاک و میرحسین موسوی، ممکنه در این باره توضیحاتی بدید. اولا از این اسامی که من گفتم، خب خانم فاطمه حقیقت‌جو و آقای علی افشاری که از اصلاح طلبان هستند و از طرفداران آقای موسوی، آیا بقیه هم تو بقیه کسانی هستن که این ویژگی رو داشته باشن؟ اوه تا دلتون بخواد فراوونن. و خود اسماعیلیون، چرا دور میرین، حامد سپاهی خودش از همون جماعت مسیح علی نژاد، چرا راه دور میرین؟ اینا مگه همه خودشون برای میر حسین نکشتن؟ اینا تو این مجمع شورای گذار خانم علی نژاد نیست، من ندیدم اسمشو. اصلا شما برین لینک صدای آمریکا رو نگاه کنین، دو تا لینک الان، یکی لینک رادیو فردا، یکی لینک صدای آمریکا. بعد در هر دوتاش اگر میخواین لینک ها رو بفرستیم براتون توی تو رادیو فردا نیست. من تو رادیو فردا نذاشته، برای منم جالب بود رادیو فردا نذاشته. من دقیقا الان مال صدای آمریکا رو براتون میخونم. صدای آمریکا گفته میشه و چهره های چون شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علی نژاد، حامد اسماعیلیون، نازنین بنیادی، عبدالله معتدی، رضا علیجانی، مرجان ساتراپی، عباس میلانی در این برنامه حضور دارن. و ببینید آقای همایون، من میخوام خواهش کنم، الان آرش توی چیزه، تو اتاق فرمان هست. بله آرش جان، میشه اون رادیو فردا رو باز کنید؟ نکته که الان داشت آقای همایون میگفت، رادیو فردا رو صفحه رو سن باز کنید، صفحه نشون بده تا اونجایی که میرسه که حمایت از میرحسین موسوی رو میاره پشت سر قضیه. و مردم، شاید حالا عزیزانی که دارن دنبال میکنن، شاید ما داریم اشتباه میکنیم آقای همایون، شاید ما داریم اشتباه میکنیم، مردم کمکمون کنن، به ما بگن، شاید ما واقعا حسودیم، بخیلیم، ما تفرقه افکنیم، حالیمون نیست. خب همه با هم کمک کنیم، با هم بفهمیم که دقیقا چه اتفاقی الان داره توی این خبر که اومده بیرون، و خبری که ما مدت هاست داریم هی قروم قرومشو میگیم داره میادا. حواستون هست اینا چی کار دارن میکنن؟ هی مدت هاست داریم میگیم آقا این ائتلاف شوم سپاه و نایاک و اصلاح طلب ها میخواد این انقلابو بدزده، میخواد این انقلابو بزنه زمین، و اینا قبلا هم این کارو کردن. اینا دفعه اولشون نیست دارن این کارو میکنن. قبلا درست توی جنبش سبز عین همین برنامه رو پیاده کردن و کل جریان رو زدن زمین. یعنی اگر میگفتیم اینا میان این برنامه رو پیاده میکنن، میبرن، انقلاب پیروز میشه، رژیم سقوط میکنه، هیچ مشکلی نبود. گفتیم نوش جونشون برن، ما آدمای بی عرضه ای بودیم، اینا رفتن این کارو کردن و انجام شد. ولی تجربه داره به ما نشون میده این افراد میان
رهبری انقلاب رو همیشه میدزدن، هزینه های سنگین در داخل کشور پرداخت میشه و بچه های مردم هزینه ها رو پرداخت میکنن. وقتی هزینه ها پرداخت میشه، پشت سرش ما شاهد هستیم یه مجموعه یه دفعه میاد وسط، مجموعه که همیشه هم یه شکله، این مجموعه میاد وسط. یعنی من اسامی کریم سجادپور نایاکی، مسیح علی نژاد شوهر نایاکی، نمیدونم فاطمه حقیقت جوی رفیق نایاکی و این اسامی، اسامیه که همه جا، جیسون رضاییان، مکس امینی، ماز جبرانی، آخه دیگه چه کنن ما بفهمیم نایاکه؟ اینا توی تمام این جریانات حضور دارن همیشه، از جنبش سمت، یعنی الان 13-14 سال اینا و بال گردن اپوزیشن ما شدن. و بذارید من یه چیزی رو بگم، ما هی یه بخشهایی از حرفای خودمون رو سانسور میکنیم، با خودمون شوخی داریم. نمیدونم آرش الان داره اون لینک رو آماده میکنه یا نه، اگه آماده میکنه من میخوام لینک رو ببینیم بعد، اگه لینک هست لینک رادیو فردا در همون لینک خبر رادیو فردا، بعد اگه آرش میتونی بذاریم یه لحظه میخوام اون لینک رو ببینیم بعد من این بخش رو، چون یه خورده هست رادیو فردا هم یه توییتی کرده و در اون توییت اسم خانم علی‌نژاد هم گذاشته. آره، چون صدای آمریکا، من الان جلومه صدای آمریکا رو دارم نگاه میکنم دیگه، اینجا قشنگ رسما دیگه بله در صدای آمریکا هم هست. این رادیو فردا چرا مهمه؟ چون قشنگ خط رو داده، یعنی دیگه داستان خر برفت و خر برفت بر ما رو انداختن که همه با هم برقصیم دیگه، مست کنیم الان که خر برفت و خر برفت. و میر حسین موسوی رو قشنگ با توف چسبوندن به کل داستان و شاهزاده رو آوردن اون وسط مسطا. مثلا رادیو فردا چیزی که نوشته، همیشه اینجور موقعا میگن ما بر اساس حروف الفبا نوشتیم، نوشته شهریار آهی، حامد اسماعیلیون، علی افشاری، آسیه امینی، رویا برومند، رضا پهلوی، نازنین بنیامینی، مثلا وسط حالا این جبول بغولا یه رضا پهلوی هم هست مثلا وسط این میوه‌ای که ما داریم جدا می‌کنیم میدیم بهتون مردم. و اما قضیه یه خورده عمیق‌تر از این، ما در دوران جنبش سبز آقای همایون شاهد حمایت شخص شاهزاده رضا پهلوی از میرحسین موسوی بودیم، این حمایت رو در صدای آمریکا دیدیم، ما با هم شوخی داریم در صدای آمریکا توی برنامه، فکر میکنم با سیامک دهقانپور نشستم. بذارید اول این رادیو فردا رو ببینیم. مرسی آرشان. رادیو فردا الان این خبر رو اینجا دارید میبینید، خبر رو بیا پایین، بیا پایین روی اوکی، اینجا حمایت، یعنی دقیقاً توی همین خبر بیشتر در این باره، میشه روی این کلیک کنی ببینیم کجا میره، بیشتر در این باره به کجا میریم ما درباره این گزاری که داره شکل میگیره. خب اینجا ما رو داره میبره به حمایت صدها فعال سیاسی و رسانه‌ای از طرح میرحسین موسوی برای گزار از جمهوری اسلامی. همین اسمه، همین اسمه، گزار از جمهوری اسلامی. میرحسین موسوی اومد یک طرحی رو ارائه کرد که گفت آقا ما یک قانون اساسی جدید احتیاج داریم. وقتی دیگه صحبت از قانون اساسی همه جا بود و دیگه این بحث داغ شده بود که بابا قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلا دیگه کارایی نداره و نابوده و به درد نمیخوره و اینها، اینجا بود که میرحسین موسوی میاد وسط و صحبت از قانون اساسی میکنه که این داستان قانون اساسی رو ببینن میتونن بسوزونن یا نه، و میگه که باید یه قانون اساسی جدید بنویسیم. و بعد یه جماعتی میان داخل شروع میکنن ازش حمایت کردن، جماعتی بیرون شروع میکنن حمایت کردن. بعد خاتمی مثلا اونور میاد میگه از این به بعد حالا دیگه داستان اصولگرایان در داخل کامل باختن، از این به بعد داستان میان اصلاح طلبان خط میرحسین و اصلاح طلبان خط خاتمی خواهد بود. یعنی این دوتا حالا بعد از این بعد با هم کل کل کنن، که خاتمی میاد میگه نه من با موسوی مخالفم و این رژیم هنوز امکان اصلاحات از درون خودش رو داره، میرحسین موسوی میگه نه ما اصلاح طلبها میایم یه مسیری پیدا میکنیم که رفراندوم برگزار بکنیم و بیایم یک قانون اساسی بنویسیم، اسمش هم میذارن گزار، گزار از جمهوری اسلامی. خب برنامه رو میگن آقا دانشگاهیه، این برنامه کاملا دانشگاهی آکادمیک مدنیه، میگید نه به ابرفرض دانشگاهیه، عباس توشه، عباس ماو، عباس میلانی سر برنامه است. نه باور نمیکنید کریم نایاکی هم هست، اونم تو اون اجانکت پروفسوره، اجانکت فکولتی توی دانشگاه جورج تاون با مرکز هیلاری شناسی اونجا کار میکنه. عباس هم که اینجا، عباس موهای معروف خودمونه دیگه، هم میتونه وقتی که شجریان
به رحمت خداوند رفت از طرفش یه قانون اساسی بنویسه با کمک اکبر گنجی و خیلی کارهای دیگه هم از پسش برمیاد که این عباس بتونه انجام بده. عباس در دوران انقلاب کمونیست بود، کمونیست ماویست چینی بود، اسلحه به دست میگرفت، با پادشاه فقید ایران میجنگید، بعدش هم یه دفعه همه اینا میان نزدیک میشن به شاهزاده و شاهزاده عزیز به راحتی آب خوردن همه رو را میده. شاهزاده همه رو را میده جز اونایی که دوستش دارن. میگه اونایی که دوستم دارن غلط کردن، گمشین بریم بیرون. کیا میان تو؟ هر کی با پدر من جنگیده، اسلحه دستش بوده، کمونیست بوده، چپ بوده، اسلامگرا بوده، کوفت بوده، زهرمار بوده، به دفتر سید حسین نصر وصل بوده. حالا بعضی کلمات رو نباید بگیم. دفتر سید حسین نصر خوبه؟ به دفتر سید حسین نصر هر کی وصل بوده، حالا بدی خودتون برید پیدا کنید دفترش کجا بوده. و اینا خوبن، اینا بیان با شاهزاده. یعنی هر کی به پادشاه فقید ایران خیانت کرد، ویلکامه در دفتر شاهزاده، در کنار شاهزاده. و هر کی دوست داره شاهزاده رو، خدمت میکنه، حالا به هر دلیلی ابر و باد و مه و خورشید و فلک نمیذارن نزدیک بشه. من آقای همایون، ما که زیاد این چیزها رو نمیشناختیم. وقتی تازه هم اومده بودم آمریکا، 3 سال بود اومده بودم، سال 2009 جنبش سبز وقتی راه افتاد، من 2006 اومدم آمریکا، 2009 جنبش سبز بود. بعد تعجب میکردم، خدای چرا این تظاهرات ها، چرا این ایده شیر و خورشید، پرچم شیر و خورشید، مگه مشکلش چی؟ پرچم ماست. بعد یه ایده چرا میگن نه، هنوز برای ما زیاد روشن نبود این داستان نایاک ریشه هاش چیه، کجاهاست، چه خبره، با وجود اینکه اون همه نایاکی ها به ما حمله میکردن. جمال عبدی، من توی یه برنامه دقیقا یادمه جلوی یکی از این تظاهرات ها، فهم کنم جلوی سفارت روسیه، یک برنامه قرار شده بود گذاشته بشه، پرچمدارا با پرچم شیر و خورشید این ور وایساده بودن، سبز ها اون ور وایساده بودن. همسر شاهزاده عزیزمون یاسمین خانم دست به دست جمال عبدی کنار اونا وایستاده بود و برای من سوال بود که خب چرا ایشون الان این بر سمت چیزا نیستن، پرچمداران نیستن. و بعدش رفتیم صحبت کردیم، گفتیم بابا جان بذارید یه برنامه بذاریم، آخه یعنی چی که سبزا اون برن پرچم شیر و خورشید این بره، بیاین با هم دیگه برنامه جلوی کاخ سفید بذاریم، که برنامه رو ستاپ کردیم همه بیان جلوی کاخ سفید و هیچ کس کاری نداشته باشه کی چی میاره بالا، هر کی میخواد هر چی بیاره بالا، پرچم هر چی میخواد بیاره بالا. و بعد از اون خب وقتی که ما کنفرانس گذار به دموکراسی رو سال 2010 گذاشتیم، اولین کنفرانس گذار به دموکراسی، برنامه‌ریزیاشو کردیم، با شاهزاده تماس گرفتیم، شاهزاده از طرف خودشون خانم نازی افتخاری رو معرفی کردن بیاد تو برنامه ما. بازم ما که نمیدونستیم نازی افتخاری که اومد، یه خانم خیلی هم بزلگو و خیلی هم خوب و سرخوش و ما گذاشتیمش مدیریت 2 تا از پنل های ما رو تو ژانویه سال 2011، برنامه های ایران دموکراتیک ترانزیشن کنفرانس توی دانشگاه جورج واشنگتن این برنامه رو گذاشتیم. برنامه بسیار مفصلی هم بود، روز آخرش هم در کنگره آمریکا بود. توی این برنامه نازی افتخاری اومد به عنوان مدریتور، حتی نشوندیمش توی برنامه، و یه آقای دیگه بود اسمش الان یادم نیست، دو تایی از طرف شاهزاده معرفی شده بودن بیان تو برنامه های ما. چند سال بعد من دیدم نازی افتخاری تو برنامه های نایاک حضور داره، برای نایاک فان ریزینگ میکنه. بعد هی سوالا برای ما بیشتر میشد که بابا اینجا چه خبره، آخه شاهزاده چرا باید این نایاکی ها دور و برش چیکار میکنن، که خانم نازی افتخاری کازین گویا همسر شاهزاده هم هستن. بعد ما از طرفای دیگه میبینیم همین برنامه‌ای که توی لس آنجلس گذاشته شد، همه ما هم دعوت کردیم برای 11 فوریه، بیاین بشینین مردم، بیاین تو رو خدا پرچمای شیر خورشیدتون رو بیارین تو دهن این نایاکی‌ها و سپاهی‌ها بزنین، که توی واشنگتن می‌خواستن برنامه بگیرن، پرچم شیر خورشیدم نذارن بالا، اسماعیلیون و علی نژاد و اینا. مردم اومدن اون حماسه رو توی لس آنجلس خلق کردن. شب من الان میتونم براتون پخشش کنم فیلم رو، شب توی یه کله پاچه ای یا آبگوشتی توی همون لس آنجلس دیدین دور هم دیگه نشستن، حمید فرخ نژاد داره پیامی رو میده، دوربین رو میچرخونن، ای شاهزاده رضا پهلوی، ای مکس امینی کنار شاهزاده است، ای بقیه نایاکی ها دور تا دور دور میذارن کله پاچه میخورن. آقا مکس امینی مجری برنامه های نایاک، شاهزاده آخه بابا تکلیف ما رو با خودمون، مردم رو با خودشون، کشور رو با آزادی، نایاک رو با مبارزه، میدونین آقای
همایون یه خورده ما زیادی نایسیم با شاهزاده عزیزمون، دوستش داریم، ولی فکر میکنم شاهزاده توی انتخاب دوست و دشمن به شدت مشکل داره و به ویژه شاهزاده تصور میکنه باید بره با خیانت کارترین ها، با نایاک که لابی رسمی جمهوری اسلامیه، هیچ مشکلی نداره شاهزاده بره بشینه مرکز هلالی شناسی دانشگاه جورج تاون، تمام سالن نایاکه، دیگه بورد ممبرای نایاک همه دست جمعی قلمبه اونجا نشستن تا رئیس نایاک. جمال عبدی میره میشینه کنار، تو همون برنامه میشینه کنار جیسون رضاییان، تمام نایاکی های دیگه دست جمعی حضور دارن، سالن رو پر کردن، درا هم بستن، هیچ کس نبینه که سالن پر نایاکه، رو استیج هم پر نایاکه. نایاکی ها کریم نایاکی، کریم سجادپور شاهزاده رو آر پی جون صدا میکنه، آر پی جون آقا چرا باید شاهزاده وسط اینا بشینه؟ چرا باید بشینه؟ این دیگه باید یه سوال خیلی پررنگی باشه. چرا باید شاهزاده الان اصلا موافقت بکنه بیاد بره بشینه؟ علی احساسی نماینده مجلس کاناداه ولی سخنگوی رسمی نایاک در کاناداه، خواهرش مرجان احساسی دایرکتور نایاک بوده. آقا ما رو چی گیر آوردین؟ بچه‌ها یکی از بچه‌هایی که نمیتونه میکروفونشو ببنده لطفاً بره پایین، ببخشید جمهور. و وقتی ما از همه طرف نگاه میکنیم میبینیم شاهزاده آخه باید دست و پا بسوزونه بیاد بره توی برنامه یه فیلم شخصی خانوادگی حامد اسماعیلیون که روی استیج جیسون رضاییان بورد ممبر نایاک وایستاده، کارگردان فیلم یک نایاکیه که برای اصلاح طلب ها فیلم رای دادن میساخته، خود اسماعیلیون به شاهزاده و خانومش سلام علیکم حتی نمی کنه، ولی شاهزاده دوباره تو برنامه بعدی هم میاد میره که هر جوری هست خودشو برسونه یه دستی گردن اسماعیلیون بنوز، اسماعیلیون هم انگار مثلا شاهزاده الان نگاه این آخوندها مثلا به یهودی ها که اوه شش نجسی دست نزن به من شاهزاده. آقا این رفتارا چی آخه؟ که بعد اسماعیلیون سپاهو نمیذاره تو لیست گروه های تروریستی، برادر رئیس سازمان صدا و سیما رو میاره میکنه پناهنده سیاسی تو آمریکا، 200 نفر از خانواده مسئولین جمهوری اسلامی رو میاره تو صف میذاره که بشن همه پناهنده سیاسی بگیرن توی کانادا، میره توی استیج برلین فریاد میزنه، سلوگان نایاک رو فریاد میزنه نو سانکشنز نو وار، بعد شاهزاده رو به خودشون همراه میکنن هر جایی، میگن شاهزاده پیام مشترکمون بعد این باشه که جنگ نه، تحریم نه. Excuse me شاهزاده، چرا چرا تو همراه نایاکیایی؟ چرا پیامت پیام نایاکی هست؟ بعدم که ما حرف بزنیم آوی تفرقه نندازید، آوی شماها دارید شاهزاده رو تخریب میکنید، اتفاقا شماهایی که سکوت کردین دارین شاهزاده رو تخریب میکنین، شماها دارین تخریب میکنین، برای اینکه این مبارزه فردایی هم داره، برای اینکه نایاک برای سرنگونی رژیم ملاهای حاکم بر ایران نمیره، نایاک فقط میخواد کنترل کنه شرایط رو و انقلاب رو بکشه، همون کاری که تو تمام این سالها کرده، همون کاری که دستورش رو داره که انجام بده، اصلا نایاک دستورش اینه، کار ویژش تعریف شده، جاب دیسکریپشنش اینه که در بیرون کشور از انقلاب اسلامی رژیم ملاهای حاکم بر ایران حمایت بکنه. یعنی نایاک همون وظیفه ای رو داره که اسم سپاه پاسدارانه، سپاه پاسداران اسمش چیه؟ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ایران هم توش نیست، Islamic Revolutionary Guard Corps. خب این سپاه پاسدارانه، نایاک وظیفش پاسداری از انقلاب اسلامی است. اگر هر کسی هر تفکر دیگه غیر از این درباره نایاک داره احمقه یا مزدوره یا خودشو به خریت زده. نایاک آقای میگیره برای آقای فخرآور بفهم. برای من شخصا حتی مهمتر از نایاک نام آقای شهریار آهی تو این مجموعه است. ایشون چی میگه؟ ایشون چرا شورای گذار درست میکنه؟ چرا شورای تصمیم درست میکنه؟ و الان هم دوباره شورای گذار دیگه باز با اسم ایشون. ایشون این وسط چیه؟ چی میگه؟ چی کار است؟ من چون شهریار آهی رو خیلی خوب میشناسم، از 20 سال پیش میشناسمش، و شهریار آهی خب منابع مالی شهریار از عربستان هست، از دولت‌های عربی هست، و همیشه وقتی منابع مالی ما مال یک جاییه
شیشه عمرمونم به اونجاست. یعنی وقتی که عربستان میاد منبع مالی رو میذاره، بهش میگه ببین من از تو انتظار دارم از این جریانات حمایت کنی. هیچ عقل سالمه میهن پرستی از جریانات تجزیه طلب حمایت نمیکنه. مردم ایران همین کارو نمیکنن. توی همین اتفاقا 6 ماه گذشته در جریان فاز سوم این انقلاب ما دیدیم که چطور مردم ایران از کردستان تا زاهدان، تا رشت، تا بوشهر، تا شیراز، اصفهان، مشهد، تهران، تبریز، همه جا فریاد زدن، تجزیه طلب ها رو پس زدن. وقتی که در کردستان گفتن زاهدان چشم و چراغ ایران، در زاهدان گفتن کردستان چشم و چراغ ایران، وقتی در تهران گفتن کردستان زاهدان چشم و چراغ ایران، وقتی در تبریز گفتن کردستان زاهدان چشم و چراغ ایران، مردم هوشمندانه ماجراهای تجزیه طلبی که خود رژیم بهش دامن میزنه و غیر از رژیم جریانات وابسته به دولت‌های عربی هم بهش دامن میزنن، منافع خودشون رو دارن برای این کار. این وسط شهریار آهی باید با این گروه ها بشینه، برای اینکه پول داره از اونجا میاد. و متاسفانه یک تزی وجود داره توی ذهن شهریار آهی. من بارها به شخص خودش، آخرین بار هم شاید 3 ماه پیش بود با هم صحبت میکردیم، یکم بیشتر 4 ماه پیش، 2 ماه اولی که انقلاب شروع شد این فاز سومش، من با ایشون صحبت میکردم، بهش همینو گفتم، گفتم برای چی انقدر شما اصرار داری با جریاناتی که خیانت کردن به این مردم، به ایرانمون خیانت کردن، به پادشاهی ایران خیانت کردن، بچه شما اصرار داری با این جریانات بشینی؟ من شهریار آهی رو توی اولین برخوردهای خودم توی واشنگتن، وقتی که همراه من خواست از من که بیاد پیش پیتر اکرمن رئیس فریدوم هاوس بشینه، آوردمش پیش پیتر اکرمن و بعد دیدم که از در فریدوم هاوس اومدیم بیرون، خانه آزادی، به من گفت من باید برم یکی رو ببینم. منم منتظر بودم راید بیاد، یکی از دوستان بیاد منو ببره، موقع ماشینم نداشتم، تازه‌ام رسیدم آمریکا، زبانم بلد نبودم و منتظر همینجوری وایساده بودم. بعد اومدم برم، اون شهریار با من خدافظی کرد و رفت. نیم ساعت بعد من اولین چهارراه پیچیدم برم ببینم که یه چایی چیزی بگیرم برای خودم توی استارباکس، بعد نام استارباکس بود یا رستوران بود چی بود، که اومدم رفتم داخل دیدم شهریار آهی که با من نیم ساعت پیش خدافظی کرده با محسن سازگارو نشسته اونجا دارن گل میگن، گل میخندن. محسن سازگارو دشمن خونی من، کسی که کنار خمینی پشت سر خمینی تو نفل شاتو نماز خوند، کسی که به دستور ابراهیم یزدی لیست خبرنگارایی که باید تو پرواز خمینی باشن برن توی ایران رو محسن سازگارو نوشته بود. این محسن سازگارو برای چی باید شهریار آهی الان سر و دست بشکنه که با محسن سازگارو بشینه؟ آقا ما این همه قهرمان داریم توی ایران، این همه مبارز راه آزادی داریم، بعد بدتر از اون شهریار آهی تو دنبال چیزی بودی وقتی که من تو رو آوردم پیش پیتر اکرمن رئیس فریدوم هاوس؟ تو دیگه خب از این کانکشن بیشتر میخواستی توی واشنگتن، بعد میای بیرون. من حالا این وسط یه بخشش هم سانسور کردم، وقتی که گفتگوی 3 نفرمون من، شهریار آهی و پیتر اکرمن تموم شد، که شهریار آهی به نوعی داشت مثلا ترجمه هم میکرد برای من، وقتی که گفتگومون تموم شد من گفتم من یه دستشویی برم، اومدم از در دفتر رئیس فریدوم هاوس اومدم بیرون، یه در شیشه‌ای بزرگ بود، رفتم دستشویی، بعد برگشتم اومدم دیدم که این دوتا اون تو وایسادن دارن صحبت میکنن پشت در شیشه‌ای. من به احترامشون اصلا نرفتم، میرفتم هم چیزی نمیفهمیدم، داشتن انگلیسی حرف میزدن و پشت همین در شیشه‌ای وایسادن، با تلفنم شروع کردم صحبت کردن و 20 دقیقه تمام با هم حرف زدن و بعد از اون رئیس فریدوم هاوس دیگه منو ندید. رئیس فریدوم هاوسی که از ایران دنبالش بود که با ما باشه، در ارتباط باشه، و حتی وقتی که من اومده بودم واشنگتن کلید خونه‌شو گرفته بود جلوی یکی از این دوستای ما، آقای سینا دبستانی، اون موقع که گفته بود فخرآور اگر جایی نداره من خونه‌م توی واشنگتن، کسی نیست، 3 ماه تابستون رو میرم فرانسه، جنوب فرانسه، میتونه تو خونه من بمونه، یه ویلای بسیار بزرگی هم توی واشنگتن داشت. این پیتر اکرمن یه دفعه دیگه ارتباطش با من قطع میشه. حدس بزنید به جای من ارتباطش با کی برقرار میشه؟ آیا همایون حدس بزنید شما با کی برقرار شده ارتباطش؟ ولی حالا من شرط ذهنی درستی ندارم آقای محسن سازگارا. مخرم محسن سازگارا و علی افشاری و اکبر عطری رو آقای شهریار آهی آورد قلمبه فرو کرد توی فریدوم هاوس و بنده رو که مبارز برانداز حکومت بودم ماها رو قطع کردن رابطمون رو. خود من رابطه‌شو بس کردم با فریدوم هاوس. ببین
این رفتارهای شهریار آهی، خب این رفتارها رو ما داریم همینجوری پشت سر هم دیگه داریم میبینیم. یعنی کسایی که میهن پرستن، کسایی که برای ایران میجنگن، کسایی که برایشون آزادی ایران مهمه، استقلال و دموکراسی ایران مهمه، اینها باید از حلقه بیرون برن. کیا باید بمونن؟ هر کی مزدوره، هر کی حاضره پول بگیره مزدوری بکنه برای کشورهای دیگه، اونها میتونن این وسط بمونن. و آقا همه اینا اوکی، شاهزاده برای چی باید کنار این آدم ها باشه؟ برای چی ما باید تمام این سالها شاهزاده رو همش وسط این آدم ها و کنار این آدم ها ببینیم؟ دیگه از یه جایی باید استاپ بشه این قضیه. از یه جایی همه ما هی میگیم نه ایشالله گربه است، شاهزاده خودش نمیدونه اطرافیانش بدن، اون اینجوریه اون اونجا. آقا جا بسه دیگه، دیگه در سن 60 سالگی کافیه شاهزاده، تا که شما همینجوری بعد اشتباه کنی؟ اینا فرصت سوزی، فرصت سوزیه که هزینه های سنگین داره به بچه های داخل وارد میکنه. هی نه نیت شاهزاده خوبه ایشالله گربه است، هی ما هم همه میگیم دوستت داریم شاهزاده، خود دوستت داریم شاهزاده، یه دو بارم دو تا از کسایی که دوستت دارن بذار کنارت حرفاشونو گوش کن، بس دیگه. هی با کسایی که دشمن خونی خودتو پدرتو پدر بزرگت بودن هی نشستی، لعنت بر اون کسی که در گوشتو هی میخونه میگه برو با اون کسایی بشین که دشمن. عرضم به حضورتون که یه توضیح بدم با این که واقعا حال مساعدی ندارم، ولی چند تا نکته رو باید خدمت دوستان عرض بکنم. اولا به ضرس قاطع میگم جلوی این دوربین، نه جمهوری خواهان امریکا نه دموکرات های امریکا، یعنی ساختار حاکمیت امریکا اساسا از این جریانات پشتیبانی نمی کنه الان، اصلا نمیدونه. یعنی درست است که یه موقعی آقای شهریار آهی که اطلاعات دقیقش پیش خانم رخسان گنجی هست و اگر نگوید همین خانم رخسان گنجی، حالا با ما قهر اینجا نمیاد بگه، اما توی اتاق کلاب هاست امیدوارم دوستان ازش بپرسن که آقای شهریار آهی موقعی حدود 7 سال 6 سال 8 سال ماهی حدود 150-60 هزار دلار از CIA پول دریافت میکرد، اما این بعدا به دلایلی که نمیخوام راجبش بپردازم این پول قطع میشه و الان منبع مالی ایشون مشخصا یک کشور عربستانه و یک کشور دیگه، مطلقا آمریکا نیست و آمریکا به هیچ وجه از این جریانات به قول آقای فخرآور اصلا اینقدر بهش بی‌اعتناست که توجه هم نمی‌کنه. یه حالت تمسخر داره با این جلو انداختن خانم مسیح علی نژاد تو صدای آمریکا، در حقیقت قصد تمسخر این مجموعه رو داره. اون چی که الان بر این پروژه داره رهبری میکنه پروژه تجزیه ایرانه، من برام مثل روز روشنه. البته همونجور که آقای فخرآور گفت مردم ایران اصلا معذرت میخوام نه تنها به این موضوع تجزیه، اصلا به اون چی که در خارج از کشور میگذره اصلا اعتنا ندارن و توجه نمیکنن و به همین دلیل که علارغم همه این تبلیغات منشور جوشتان و چی 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 چی، شما یه پژواک در ایران از این اتفاقات نمیبینید. حتی وقتی 80 هزار نفر جمع میشن توی برلین یه همچی تظاهراتی در ایران کوچکترین انعکاسی نداره. به نظر من خیلی ایرانی ها دارن هوشمندانه با موضوع برخورد میکنن. اما واقعیت امر این است که خانم آقایان یک جریان بسیار موزی داره این مجموعه رو رهبری میکنه. این تیتری هم که آقای فخرآور تو اتاق کلاب هاست زده به نظر من تیتری درستیه، یعنی یک مجموعه مشارکتی عربستان هم باید بهش اضافه کرد، سپاه، نایاک و آقای میرحسین موسوی. ببینید برای عربستان سقوط جمهوری اسلامی اصلا چی چیزی تو پروژهش نیست. جمهوری اسلامی را میخواهد بدون دغدغه های که ممکنه داشته باشه و این بدون دغدغه ها با روی کار آمدن یک دولت، یک حکومت اصلاح طلب برای عربستان از بین میره. یعنی
منافعش تأمین میشه و دیگه هم دغدغه ایجاد نمیکنه. به همین لحاظ گفتم شما چون این دوربین داریم میگیم، من میگم آقای فخرآور که دوست آقای آهی یا آشنا هست با آقای آهی داره میگه، شما نقش آقای شهریار آهی بدون هیچ توهینی بدون هیچ تهمتی، ایشون چرا در شورای گذار آقای شریعت مداری، شورای تصمیم آقای نقره‌کار، شورای گذار فعلی، همه جا دستی بر آتش داره اما هرگز پاسخگوی هیچ کدوم از این جریانات نیست؟ آقای آهی پشت ائتلاف دو تا حزب کردی بوده، پشت ائتلاف حزب مشروطه ایران، شورای تصمیم و شورای گذار بوده و این جریانات مردم دست کم نگیرید، البته علی‌رغم این که میگیم مردم داخل ایران اهمیت نمیدن، ولی اگر دیر بجنبید اون اتفاقی میفته که اینا پیش بینی کردن، یعنی دارن این رودها رو به هم نزدیک میکنن تا تبدیل به یک رودخانه بکنن که دیگه کسی اون رودخانه جلوگیر اون رودخانه نباشه. تلویزیون ایران اینترنشنال هم میتونه خودش رو با این موقعیت تطبیق بده، یعنی در جریان بخشی از نیروهای حاکمیت در ایران قرار بگیره و از حالت براندازی برسد به مرحله تبدیل، یعنی کاری که آقای موسوی در ایران میخواد و متحدانش در قالب این شورای گذار آقای آهی در خارج از کشور دارن حمایت میکنن و اونجا بلندگوهای تبلیغاتی هم بسیج میشوند برای اجرای این پروژه. بفرمایید آقای فخرآور. من ببین کاملا درست میگی، درباره بحث آمریکا بذارید اینو خیال همه رو راحت بکنیم. من چیزایی که در صدای آمریکا گفته میشه، در رادیو فردا گفته میشه، با وجود اینکه این رسانه ها رسانه های دولت آمریکا هستن، مثلا وایس اف آمریکا اسمش هست وایس اف آمریکا، صدای آمریکا، ولی خیلی خوب به خاطر داریم توی پیگیری هایی که سنای آمریکا توی پرونده صدای آمریکا داشت، مخصوصا نامه ای که سناتور تام کوبرن نوشت به دو رئیس جمهور آمریکا، هم به پرزیدنت بوش و هم به اوباما، که این دیگه صدای آمریکا نیست، این صدای اسلامیک ریپابلیکه، صدای جمهوری اسلامیه، و خود دولت آمریکا، کنگره آمریکا به شدت شاکی هستن که در صدای آمریکا این چه صداهایی داره از اونجا میاد بیرون، ولی کاری از دستشون بر نمیاد برای اینکه یه اتفاقات خیلی غریبی افتاده و دوچار یونیون شدن اینجا، اتحادیه های مثلا کارگری کارمندی در آمریکا که تمام پرسنل صدای آمریکا که پول دولت رو دارن میگیرن، خیلی خنده داره، اینا به عنوان کارگر تو اتحادیه های کارگری بسیار قدرتمند، اون اتحادیه ها پشت سرشون وای میستن با وکلای قدرتمند که اینا هر غلطی دلشون میخواد تو صدای آمریکا میکنن، بعدش هم میان میگن ادوارد مورو گفته که ما رسانه ای هستیم که باید مثل یک رسانه عمل بکنیم. همیشه هم حرف ما به اینا این بود که آخه بی‌شرفا، رسانه در آمریکا، ما رسانه دولتی نداریم، اگر رسانه اید برید خب اسپانسر مالی خودتون پیدا کنید خصوصی، ولی وقتی که تمام پولتون رو، تمام پول کارمنداتون رو، استودیوتون رو، همه چیزون، ساختمونتون به اون بزرگی کنار کنگره آمریکا توی واشنگتن، تمام اینها وقتی مال مردم آمریکاست، مال ماهاست، مال ما مالیات دهنده های آمریکاییه، وقتی همه چیزتون از پول ما داره تامین میشه، شما نمیتونید بگید که ما یک رسانه، شما نه سی ان ان این، نه بی بی سی هستین، نه نمیدونم، تازه بی بی سی هم رسانه تقریبا دولتیه، نه فاکس نیوز این، رسانه خصوصی نیستین، یک رسانه دولتی هستین، قرار بود یک هدف خاصی رو دنبال کنین که اون هدف رو دنبال نمیکنین، مجموعه کلاهبردار دور هم دیگه نشستن تو صدای آمریکا و حالا بخشی هم توی رادیو فردا پول دولت آمریکا رو میگیرن، علیه دولت آمریکا دارن اقدام میکنن، دولت آمریکا اصلا هم راضی نیست. همین الان هم که من دارم باهاتون حرف میزنم، پرونده گردن کلفتی دوباره علیه صدای آمریکا، ما توی کمیسیون سیاست خارجی مجلس نمایندگان فعال کردیم، من سالها بود دست از سر اینا برداشته بودم، دیگه گیواب کرده بودم، ولی الان در کنار مسئولین جدید کمیسیون سیاست خارجی مجلس نمایندگان آمریکا یه پرونده گردن کلفت علیه صدای آمریکا دوباره باز کردیم و پوستشون رو خواهیم کند باز هم. ولی پس چیزایی که از صدای آمریکا میشنوید، فکر نکنید دولت آمریکا الان خبر داره و این صدای آمریکاست، نه، از این خبرو نیست. یه ده حالا نمیخوام توهین بکنم، فک و فامیلای خودشون و رفقاشون و دوست دختر و دوست پسر و اینا و داماد و عروس و اینا رو دور هم دیگه جمع کردن، کردن پرسنل صدای آمریکا، که خیلی هاشون هم کوچکترین آشنایی با مسائل خبری و خبرنگاری و این حرفا نداشتن، دور هم دیگه رفتن نشستن، یه عده نفوذی هم اومدن نشستن، پولای کلان دولت آمریکا رو دارن میگیرن فقط برای منافع شخصی خودشون، از بیرونم
هر کی بهشون یه بخشی رشوه‌ای بده، پولی بده، اونم میبرن جلوی دوربین، یه حالی هم به اون میدن جلوی دوربین. بعضیاشون هم دیگه انقدر پررو شدن. یه مورد داریم، یکی از مجریای صدای آمریکا، برادرش توی همین لس آنجلس یه بنگاه ساخت ویدیو درست کرده، یه شرکت ویدیو و این حرفها. اون یکی برادر مجری تلویزیونه. وقتی که این یکی برادره میخواد به یه سری خواننده‌های جدید قرارداد ببنده، تو قرارداد میگه من برادرم تو صدای آمریکا مجریه، من موزیک ویدیوی شما رو میتونم بفرستم تو صدای آمریکا بره. یعنی ببین در این حد بیزنس‌های شخصی این تو راه انداختن و کار رو به کثافت کشیدن تو صدای آمریکا. حالا این صدای آمریکا اگر میبینید چیزی از توش داره در میاد، اصلا فکر نکنید الان دولت آمریکا نشسته اون پشت همجوری که آقای همایون گفت بشینن الان برنامه‌ریزی بکنن بله ما به این ائتلاف نگاه میکنیم، آها مرکز هیلاری شناسی دانشگاه جورج تاون عجب چیز بزرگیه، او عباس ماو الان داره در استنفورد یک برنامه خیلی بزرگی را میندازه. اصلا دولت آمریکا پشت هیچ کدوم از این برنامه‌ها نیست و نخواهد بود. رسانه‌ها دارن بازی میدن. رسانه‌ها یک بار در سال 57 در جریان کودتای 57 ما شاهد خبرنگار، نسل جدیدی از خبرنگاران خیانتکار بودیم که توی اطلاعات و کیهان، توی صدا و سیما، توی حالا تلویزیون ملی ایران اون موقع، توی رادیو، و این خبرنگارهای خیانتکار اون زمان یواشکی اومدن با خمینی و تیمش بستن و به پادشاه فقید ایران خیانت کردن. این خبرنگارها تا امروز هنوز در رسانه ها حاکمن. اسامی بسیار آشنایی از اینها رو شما میبینید. از مسعود بهنود بگیرید که الان خودش رو سلطان خبرنگاری میدونه. مسعود بهنود کجا بود؟ مسعود بهنود اون موقع چی کار میکرد؟ از خبرنگار ویژه نخست وزیر امیر عباس هویدا، خبرنگار ویژه دولت، تا خیانت به شاه، تا قرار گرفتنش در پشت بام مدرسه رفاه، تا بازجوییش به عنوان خبرنگار بازجویی میکرد از تیمسارهایی که قرار بود چند دقیقه دیگه برن جلوی جوخه آتش. این مسعود بهنود و اون یکی خبرنگارا مثل نوشابه امیری، مثل هوشنگ اسدی، که نوشابه امیری از نوفلوشاتو امام میساخت، میداد به شوهرش هوشنگ اسدی، اون میزد توی کیهان و اطلاعات، آی امام میآید، آی شاه میرود. همه این کارها توسط یک سری خبرنگارهای خیانتکار داشت انجام میشد که این خبرنگارها همچنان، من یکیشونو اسمش هنوز نمیارم، کسی که بعدن درباره این که وقتی تیراندازی کردند، تیرباران کردند، بزرگترین و شریفترین امیران ارتش ایران رو توی همون پشت بوم مدرسه رفاه، یکی از این خبرنگارها در وصف اون لحظه در وصف امام شعر گفت و از این که خونهایی که به صورتش میپاشید و بعد رفت این خونها رو داشت از صورتش پاک میکرد و این خونها نشانه این بود که ظلم شاه به پایان رسیده است و الان نور آمده، امام آمده. این خبرنگارا نمیشه که اسم همه رو بگین یکی رو نگین که حالا دیگه همه میدونن درباره کی دارم حرف میزنم. آقای نورزاده دیگه همه میدونن درباره کی دارم حرف میزنم. ولی ببینید این نسل خبرنگاری خیانتکار همچنان کنترل رسانه های ما رو در دست داره. الان رسانه های بزرگتری هم دستشون اومده، رسانه هایی که از تونستن با اتینا یک نگاه مردمی هم روی خودشون بیارن و این رسانه ها دارن بدترین خیانت تاریخ ایران، حتی خیانتی بزرگتر از خیانت کودتای 57 رو امروز دارن به مردم ایران مرتکب میشن. از تینا تیوی بگیرید تا مراد اینترنشنال که حالا رسانه هایی هستن که پرمخاطب شدن و با اون زرق و برق و پول های کلانی که داره توش ریخته میشه و اینا دارن بزرگترین خیانت تاریخ ایران رو میکنن، اون هم خونهایی که داره ریخته میشه. ما دست کم در 5 سال گذشته از دی 96 تا امروز در 3 فاز این انقلاب ارزشمند بهترین بچه های ایران رو از دست دادیم و عاشقانه رفتن در راه آزادی و دموکراسی کشته شدن و این خبرنگاران، همین نسل خبرنگاران خیانتکار که همچنان مدیران رسانه های فارسی هستند، این نسل خبرنگاران دارن به خون این بچه ها خیانت میکنن. یه چیزی هم بگم، فرصت زیاد نداریم میدونم. آقای همایون، وضعیت خیلی بدی شده. ما الان تو شرایطی قرار گرفتیم، تصور بکنید، بذارید فوتبالی نگاهش بکنیم، یادمانو که خدا بخشیان بخیرید، که یک تیمی داریم به اسم مالدیو. بچه‌ای که توی ایران بودن توی تمام این سال مالدیو رو میشناسن. تو مسابقات مقدماتی جام جهانی همیشه هر وقت به ایران میخورد، مالدیو تیمی بود که شما تفاضل گل تو باش میبردی بالا، مثلا 17-1 یا 15-0 یه همچین چیزایی همیشه تیم ایران از مالدیو میبرد. و
تیم مالدیو همیشه باعث خنده بود. ما تو ایران هم همیشه جوکامونو برای تیم مالدیو میساختیم. الان داستان اپوزیشن ما چی شده؟ داستان اپوزیشن ما اینجوری شده که ما یک تیمی داریم از ابرستاره های برانداز و اتفاقا با پرونده های سفید، کسانی که هیچ وقت خیانت به آرمان آزادی نکردن، هیچ وقت خیانت به ایران و ایرانی نکردن و صداهاشون، اقداماتشون قدرتمندترین حرکت ها رو ایجاد کرده، محکمترین ضربه ها رو به ریشه ولایت فقیه زده. یک تیمی داریم از قهرمانان توی این اپوزیشن که براندازان هستیم. ما براندازان با تیممون توی مسابقات مقدماتی همیشه میریم همه تیم ها رو میزنیم، میاریم در شرایطی که همشون هم رسانه ها دستشونه، تبلیغات دستشونه، میاد جامعه میرسه به پوینت انقلاب و مردم میریزن تو خیابون، میلیون ها نفر انقلاب میشه رسمن. اون وقت رسانه ها دست جمعی با هم دیگه تیم قهرمانان رو یه دفعه همه رو میذارن کنار، جلوی دوربین کیو میشونن؟ میرن تیم مالدیو میارن میشونن جلوی دوربین. همیشه دارن این کارو میکنن. در جنبش سبز این کارو کردن، دی 96 بله. کارو کردن، آبان 98 کردن، الان هم همین کارو کردن. تیم مالدیو کیان؟ اصلاح طلب ها. اصلاح طلب ها تیم مالدیون که با مربیگری نایاک و سپاه، تیم مالدیو همیشه میاد میشینه جلوی دوربین و تمام تیم قهرمانان کنار گذاشته میشن. کجا؟ تیم قهرمانان بازی رو میبره میره جام جهانی، تو استیج جام جهانی یه دفعه رسانه ها اعلام میکنن ما به تیم قهرمانانمون احتیاج نداریم، ما تیم مالدیو رو میخوایم تو جام جهانی ما رو نمایندگی بکنه و مردم همه سرفکنده میشن. من یه توضیح بدم، خانم رخسان گنجی که امیدوارم به زودی ماجرای پولهای سیاهی توسط آقای، اگه دکتر گنجی پول گرفت کارنامه‌ش هم داد، صورتش هم هست معلومه، آقای آهی اگه پول گرفته باید تکلیفش روشن کنه. اما یه سوال کرده خانم گنجی که چرا آقای آهی از ام بی سی پرشیا استفاده نمی کنه. یه توضیح بهتون بدم، یه موقعی آقای فخرآور یادشه تلویزیون کانال یک حرف اول آخر رو تو ایران میزد، همزمان اومدن ماهواره ما رو زدن، ناگهان یک شبکه‌ای درست شد، شبکه‌هایی درست شدن که وظیفه اینا فقط این بود که چشم مردم رو در اختیار بگیرن. یعنی شما صحنه رسانه یک صفحه شطرنجه، هر کدوم از این مهرها قرار یک وظیفه بازی کنن. یه تلویزیون قرار اونایی که اهل سیاست نیستند رو به خودش مشغول بکنه که مبادا برن جاهای دیگه تماشاگر بشن. یعنی شما الان خیلی از رسانه‌ها رو دارید وظیفه‌شون فقط اینه که مردم رو مشغول بکنن که مبادا اونها که اهل مشغولیتن جای دیگه، و الا الان شورای گذار، شورای تصمیم، حزب مشروطه، همه اینا جمع شن 100 تا آدم به من نشون بدن، 100 نفر، من همه حرفامو پس میگیرم، من همه حرفامو پس 100 نفر. یه توضیح هم بدم، این حرفایی که ما میزنیم هیچ ربطی به پیروزی ملت ایران علیه جمهوری اسلامی ندارد. خانم آقایون، این جریانات تأثیری در اراده ملت ایران برای به پایین کشیدن جمهوری اسلامی ندارد، ولی شرافتن بیاین خودتون قضاوت کنید عمل کرده این مجموعه ها رو توی این 5 ماه شرافتمندانه قضاوت کنید. این زحمتی که برای پرچم شیر خورشید کشیده شد تو سراسر دنیا، این رو ببینید، بعد ببینید رهبران چجوری عمل کردن که تظاهرات های 60-70-80 هزار نفره تبدیل شد به 600-700 نفره، بعدم بسیاری جاها تعطیل شد یا نشد. بشین نگاه کنین بگید آقا این جریانات اپوزیسیون خارج از کشور در این 5-6 ماه آیا چه کمکی به هموطنامون داخل ایران کردن؟ آیا به رشد و به اصطلاح بالندگی انقلاب در ایران کمک کردن؟ آیا باعث کانفیوز شدنشون شدن؟
چه اتفاقی افتاد؟ چیکار کردن؟ ولی به شما مردم من میگم، من با این فخرآور کار ندارم، خودمو دارم میگم، من نشون دادم که تو این مدت تو این سالها مرد عملم، به این آسونیا و مفتیام از این میدون رو خالی نمی کنم. همم بدونن، با دانشگاه استنفورد بدونن، با آهی، با عربستان فورا. ما وایستادیم و من میدونم ما پیروزیم. میدونی چرا؟ میلیون ها دلار همین سری آمریکا که میگه ما این سالی 900 هزار دلار به یک تلویزیون در همین لس آنجلس دادم، تلویزیون تعطیل شد، من 9 دلارم از کسی نگرفتم و این تلویزیون سرپا نگه داشتم. لذا به پیروزی ملت ایران ایمان داشته باشید. این جنگولک بازی های بیرون از خارج از کشورم کوچکترین اهمیتی نداره و ما هم پیروز، میلیون در ایران پیروز میشن. در این تردید نکنید، هم جمهوری اسلامی بدونه، هم این اپوزیسیون خریداری شده بدونه و هم بقیه بدونن، ملت ایران با کمک اپوزیسیون ملی، کسی که رو پای خودش وایساده، این حکومت رو به زیر خواهد کشید. دو دقیقه وقت داریم آقای فخرآور، بفهمید. من اینو فقط اضافه بکنم که حرفایی که آقای همایون میزنه خیلی خیلی دقیق بهش گوش کنید. در توی تمام این سالهایی که این جماعت تیم مالدیو اصلاح طلبها که همیشه تو همه نظرسنجی 2% بیشترم طرفدار نداشتن، 2% در برابر 96-97% طرفداران براندازی، تیم قهرمانان اپوزیشن، و شاهزاده به اون 2% مالدیویا چسبیده همیشه، دقت بکنید اینو. و این تمام رسانه هم در اختیار اون تیم 2% مالدیوی اصلاح طلب ها بوده، ولی در نهایت مجید رضا رهنورد روی دست خودش پرچم شیر و خورشید رو تتو میکنه. یعنی پرچم شیر و خورشید توی ذهن مردم ایران، توی قلبشون حک میشه، برای اینکه بخشی از وجود ماست، برای اینکه ایرانی بودن ما رو نمیتونن بگیرن. مسیح علی‌نژاد میشست مصاحبه میکرد، توی صدا میگفت آره من راستش زیاد نوروز برای ما مهم نبود. آخ کدوم خانواده ایرانی براش نوروز مهم نبوده؟ گفت ما آخرش یه سفره‌ای مینداختیم، پیروزم مثل که از سر همچی چیز یه دونه سیب پلاسیده یه گذاشت رو سفره، یه اناری برید رو صفحش نگاه کنید، یه اناری رو تابلو هم بدخط نوشت سرنگونی و مثلا نوروز یه بابا جشن ملی ما ایرانی هاست. یعنی اینا هر چیزی که بوی ملیت بده میخوان نابودش کنن، اسلامیت بده یه جوری باید بیارنش بالا، عربستان بخواد مسلمونه دیگه، میخواد دیگه، ولی اینها رو کور خوندن. من بذارید آقای همایون میتونم یه گله از شما بکنم؟ بفهمید، یک دقیقه وقت داریم، یه گله یه دقیقه بکنم. گاه شماره های 1702 ایرانی بیرون اومد، این سومین گاه شماره ماست. دو سال پیش من ازتون قول گرفته بودم دیگه از 1400 استفاده نکنین آقای همایون. 1400 سال حمله به ایرانه، سال اشغال ایرانه، 2700 تاریخ واقعی ایرانی ماست. این گاه شمارها با تصاویر تمام بچه های قهرمان راه آزادی آماده شده، در داخل ایران دیزاین شده، اومده بیرون، الان داره ارائه میشه. هر کدوم از عزیزان که میخوان ایران 2702 @iranian-congress.com میتونید ایمیل بزنید، ایران 2702 @iranian-congress.com ایمیل بزنید، درخواست بکنید این گاه شمارها رو، بچه های تیم کنگره ملی که خیلی هم زحمت کشیدن براش. این بخشی از فرهنگ سازی ماست، برای اینکه ما اگر میخوایم رژیم جمهوری اسلامی رو بندازیم، ما با سلام و صلوات نمیتونیم این کارو بکنیم. این رژیم تمام رژیم‌های فرهنگیش رو بزنیم. سپاسگزارم. در تاریخ اسلامی که برای ما ساختن اپوزیسیونی که به قول آقای فخرآور شیر خورشید روی دست مجید رحیمی رو نبینه و از شیر خورشید فاصله بگیره، مطمئن باشید امثال مجید رحیمی ها رو نمیتونه با خودش همراه بکنه. حالا چه آقای آهی باشه، چه آقای عباس میلانی باشه، چه مجموعه همه رسانه هایی که با هم متحد شدن و همراه شدن. ممنونم آقای امیر عباس فخرآور، تا گفتگوی بعدی با شما بدرود میگم. ببخشید امروز من خدا حالم خوب نبود، معذرت میخوام. خب رفت آقای فخرآور یه خداحافظی بکنه، قد شد. خب بینندگان عزیز، من مرد بحرانم، بدون اتفاقا اگر زیاد اذیت نشم بیخاصیت میشم، اما وقتی اذیت میشم
آنچنان شکوفا میشم، این سلولای مغزیم شروع میکنه به کار کردن که حدی برش متصور نیست. اگه من تا امروز واقعا تو این چند وقت اخیر با خودم یه فکر میکردم که حالا تو این اوضاع و احوال آیا میشود یک تلویزیون ملی درست کرد یا خیر؟ خیلی سخته، شرایط مالی وحشتناکی داره بر من، البته که میخوام با این پولای شماها کاری بکنم، ولی امروز با این اوضاع احوال میبینم که باید تمام توانمون رو به کار بگیریم برای اینی که هر چه زودتر این ارتش ملی رو در قالب یک رسانه ملی پایگذاری بکنیم. بهتون بگم در صورت ایجاد اون رسانه، اگر تا الان با من با شایعه و تهمت و توهین و نمیدونم توطئه برخورد میشد، ممکنه این رسانه ملی به قیمت جون من تموم بشه. بهتون بگم، اینم خواهش میکنم آقای آرش این جمله من رو یادداشت کنه که در چنین روزی من به شما گفتم که ایجاد چنین رسانه‌ای ممکن است به قیمت جان من تموم بشه. اما با علم به این واقعیت بنده عزمم رو جزم کردم، فقط میمونش همت شماها. مردم، وطن امروز بهتون احتیاج داره. اینجا رو ولش کنید، هر جایی رو که تشخیص دادید ملیست، مستقله، سرش تو آخر عربستان و آمریکا و نمیدونم اسرائیل و این ور ور نیست، برید حمایت. امروز روز ملیونه، امروز روزه کساییه که رو درواسی نکنن راجب رضا شاه، راجب محمد رضا شاه، راجب تمامیت ارضی ایران، راجب پرچم. امروز روز روپوشوندن نیست. و شما مردم شرافتمند، اگر الان به میدون نیاید کی میخواید به میدون بیاید؟ من تشکر میکنم از دوست بسیار عزیزم جناب آقای دکتر سین الف، جناب آقای فرهاد، جناب آقای دکتر کیانی مقدماتی فراهم آوردن و من باورم کنید روزی که دو ساعت بن حقیقی عزیز، خیلی ازت سپاسگزارم، خیلی خیلی ازت ممنونم، ویدا گلستان ممنونم ازت، تمام بدنم الان یخ کرده، دلم میخواست اون یه ساعت پیش بشینم زار زار گریه کنم، اما تصمیم گرفتم یک نامه‌ای بنویسم. من شاهزاده را از صمیم قلب هم دوست دارم هم ایمان دارم، باور دارم که او مرد وطن پرستیه، در وطن پرستیش ذره‌ای تردید ندارم. منتهای مراتب الان ابزاری رو انتخاب کرده برای رسیدن به همون وطن پرستیش که من با اون ابزار ایراد دارم. فراموش نکنید رضا پهلوی مردیه که خودش، همسرش، بچه‌هاش زندگی نکردن. هر کی حالا هرچی میخواد بگه، حالا یه تصویر پخش کنم مثلا توی مهمونی داره ایشون ضرب میزنه، این لحظات تو زندگی هممون بوده، هممون هست. اما مطمئن هستن که زندگی نکردن، خیلی شرایط سخت بود. خانم یاسمین پهلوی یه توییتی زده خیلی بحث انگیز، آقای بایدن رو با یک واژه بسیار که من نمیتونم جلوی دوربین بخونم، به نظرم کار شجاعانه‌ای کرده خانم یاسمین پهلوی، من به شجاعتش تبریک میگم، نوشته که این چه یک کلمه‌ای که با اف شروع میشه داره میگه. بعد زیرش اضافه میکنه من دسترسی به سخنرانی کامل او ندارم، لطفاً به من بگید اگر بقیه سخنرانی او قابل درک بوده. آره، به اتفاق من فکر میکنم خانم یاسمین پهلوی توی همه این سالها
کمی بهش، یعنی کمی نه خیلی بهش کم لطفی شده. اتفاقا او از آدمایی است که ماها اگر به عنوان دوستداران رضا پهلوی خیلی باید بنالیم، ایشون باید بیشتر از همه ما بناله به نظرم. علی حال من ذره‌ای در پیروزی مردم شک ندارم، ذره‌ای به ایمانم به شاهزاده رضا پهلوی شک ندارم. همه ما اشتباهات تاکتیکی میکنیم، هممون، هیچ کس مبرا نیست. من خودم واقعا اگر اون موقعی که تلویزیون رو رفتم تو جهت ساختمان، میرفتم تو جهت محتوا، شاید الان خیلی وضعیت فرق میکرد. اشتباه کردم، اشتباه تاکتیکی کردم. من روی دوستانم خیلی حساب باز کرده بودم، دوستان نزدیکم، اشتباه بود. خیلی از اونا نشون دادن که خیلی قیمتاشون کم بوده. طبیعی است که شاهزادم اشتباه کرده. اینکه شما فکر کنید یه آدمی اشتباه نمی‌کنه، خب این اشتباه بزرگه. برنامه بعدی آقای بهداد جاودان هستند. توجهتون رو به برنامه ایشون جلب میکنم و ازتون انتظار دارم به من کمک بکنید در ایجاد اون تلویزیون بزرگ. اما در این ماه از عادله توکلی عزیز، شکوه دادگر، دکتر سعید سکویی، فروزان همایونی، دکتر مهین مرفی، نونون لندن، مو خلج و ایمان نژاد، دکتر نواب و دکتر ترانه آزادی خیلی سپاسگزارم. خواهش میکنم ما رو برای تأمین هزینه های مارچمون کمک بکنید. شب روزتون بخیر. تا امشب ساعت 6 بعد از ظهر، اگر کارم به بیمارستان نکشه. ویدا گلستان خیلی ازت ممنونم. شب روزتون بخیر. به اتفاق آرش مشکات، مهندس پناهی، همتون رو به خدای پیروزی میسپارم. من پیروزی رو امروز از هر روزی نزدیکتر میبینم. شب روزتون بخیر.